در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، وزیر امور خارجه آمریکا قاطعانه درگیر بودن واشنگتن در این اقدام رو رد کرده. وزیر دفاع آمریکا در هشداری گفته که در صورت هر گونه حمله احتمالی به اسرائیل، واشنگتن در کنار اسرائیل خواهد بود. به رغم گمان زنی ها در مورد نقش اسرائیل در کشتن این رهبر حماس، مقامات اسرائیلی رسما مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفتن. ارتباطی داریم با فرهاد پولادی از کاخ سفید. فرهاد، وزیر امور خارجه آمریکا که در سفر دوره‌ای در شرق آسیا به سر می‌بره، امروز در مصاحبه اعلام کرد واشنگتن در کشتن هنیه در تهران نقشی نداشته. جزئیاتی که گفته چی بوده؟ دقیقاً همینطوره. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در سنگاپور هستش، از بخشی از سفرش به شرق آسیا در مصاحبه‌ای که با تلویزیون CNA این کشور داشتش، مورد سوال قرار گرفتش که آیا اسرائیلی‌ها به شما خبر داده بودن که قراره همچین کاری را انجام بدن؟ بدون اینکه تایید کنه که کار اسرائیل هستش، گفتش که ما از این مسئله یا از این اقدامی که انجام شده با خبر نبودیم. Well, of course, I've seen the reports, and what I can tell you is this. خب البته من گزارش ها رو دیدم و چیزی که میتونم به شما بگم اینه که ما از اون نه آگاه بودیم و نه دخالتی در اون داشتیم. گمان زنی کلن کار دشواری و من در طول سالیان متمادی کاریم آموختم که هرگز در مورد تأثیری که ممکنه یک رویداد بر روی چیز دیگه‌ای بذاره گمان زنی نکنم. بنابراین نمیتونم به شما بگم که این به چه معناست. اما میتونم بگم مهمترین مسئله دستیابی به آتش بسه و اهمیتی که برای همه داره همچنان پابرجاست. خب ما از صبح هم تلاش کردیم که واکنشی از کاخ سفید دریافت کنیم از شورای امنیت ملی کاخ سفید که پاسخی ندادن و ما را ارجاع دادن به همین صحبت‌های آنتونی بلینکن. و اما در بخش دومی از صحبت‌های آقای بلینکن که شنیدین با هم، بیشتر گفتش تمرکز ایالات متحده بر روی تحقق یا همون دستیابی به آتش بس هستش که گروگان‌های در بند حماس آزاد بشن و آذوقه‌ای که نیاز هستش برای مردم غزه ارسال بشه. در همین چارچوب وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرد اعلام کردش که آنتونی بلینکن با نخست وزیر که همزمان وزیر امور خارجه قطر هم هستش و نقش خیلی پررنگی در این مذاکرات داره و میزبان حماس هم هستش، گفتش که باشون در تماس بوده که بیشتر روی روند دستیابی به اون آتش بس همکاری کنن و کار رو ادامه بدن. فرهاد، از واکنش وزیر دفاع آمریکا بگو، چه واکنشی داشته وزیر دفاع آمریکا؟ خب وزیر دفاع آمریکا هم در شرق آسیا به سر میبره. امروز در پرسش و پاسخ کوتاهی که با خبرنگاران داشتن، واکنشی نسبت به کشته شدن هنیه در تهران نداشت. گفتش که اطلاعاتی در این باره ندارم که با شما به اشتراک بگذارم. خبرنگارا اصرار داشتن که آیا این وضعیت، چه این وضعیت امروز که رخ داده و چه وضعیت روز گذشته که اسرائیل یکی از فرماندهان کلیدی حزب الله لبنان که نقش اصلی در کشتار بچه‌ها در اون زمین بازی در مسجد الشمس داشته، موجب گسترده شدن دامنه جنگ از اون باریکه غزه به دیگر نقاط خواهد بود، که وزیر دفاع آمریکا لوید آستن گفتش که جنگی رو نمیتونه، یعنی فعلا با وضعیت کنونی جنگ رو نمیشه پیش بینی کرد.